هردم زه قصر عامر خشته می کند بیدل پی تأمیر این ویرانه معماری چنین باید هر نفس که به قول صعدی هر نفسی که فرو می رود ممد ذات است چون می براید مفرح حیات در هر نفس دو نعمت مزمر و به هر نعمت دو شکر واجب عزیزان من از دست زبان کی براید که شکر پروردگار عالم را ادا نماید بنابراین هر نفسی که ما بیرون می کشیم از این قصر مرمرین مرمرین چی که قصر زیبایی که توصیف نمی گنجد انسان نمی تواند زیبایی انسان را احساس و عاطفه انسان را جمال و جلال انسان را که خداوند خود در انسان تجلی نموده است انسان مذهری از زیبایی خداست وقتی که هر نفسی که ما بیرون می کنیم از این قصر زیبای مجللی که مذهر خداست یک خشته پایین میاندازد که تا آهسته آهسته این نفسها نفس هر دم ز قصر عمر خشته میکند بیدل هر لحظه این نفس هایی که میایند و می رون یک خشتی از قصر زیبای حیات انسانی را پایین میاندازن تا این که این قصر به تباهی میانجامد و این قصر نابود میشود و به مخروبه تبدیل میشود این بر ما میفهماند که انسان عجلی دارد وقتی دارد مصما و معین بنابراین تا آخرین نفس هایی که ما داریم باید از این وقت استفاده زمی را بیاوریم در این مورد به ذهنم خطور کرد شعر زیبایی از عمر خیام که انسان چق زیباست و چهقدر واقعا که پروردگار عالم انسان را زیبا خلق کرده است عمر خیام وجود انسان را به جام تشبیه می کند جامی است که عقل آفرین میزندش صد بوسه مهر بر جبین می زندش این کوزگر دهر چنین جام زریف می سازد و باز بر زمین می زندش این جام زریف روز آمده نیست که دیگر این زیبایی و این تراوت را دوستان عزیز ندارد بنابراین از این تراوت از این زیبایی از این انرژی و از این توانایی استفاده ببریم عزیزان به هر صورت حساب ما, ما و حیات ما بسیار قیمتی است و هر لحظه نفس از این قصر و از این حیات خشته بیرون می کند این شعر زیبای بیدل یک مفهوم ضریف دیگیره دوستان عزیز بر ما می فهمانوای وقتی که اینمی قصر زیبا و مرمرین و پر جلال وقتی که خراب میشه پی تعمیر این ویرانه معمار چنین باید جهت اعمار اینمی ویرانه اینمو تو یک معمار در کار است که برای اولین بار این این را آفریده است این دلالت بر حیات بعد از مرگ انسان میکنه در قرآن عظیمشون میخونیم که یک اعتراض کننده حضور حضرت رسول گرامی اسلام آمد як استخواني در دستش بود و اين استخوان را واختي كه ماليد به خاک بدل شد و واختي كه اون را بر دستش گرفت با پف كات گفت كه به حضرت رسول گرامي گفت كه قاولا من يوهيل عظاما وا هي رميم اون اعتراض كننده به حضرت رسول گرامي گفت كه من يوهيل عظاما وا هي رميم كيست كه باز حيات ميبخشد بر اين استخوان ها در حالي كه به خاکستر بدل шудаند پروردگار عالم میگیه ک بگو برش قل یوهیها الذی انشاها اول مره و هو بکل خلق علیم بگو این عمارت را کسی آباد می سازد که برای اولین بار آن را عمارت نموده است و آن را آباد نموده است زمانی که یک شخصی یک معماری یک انجینری تانسته است یک امارت را به شکل مرمرین و زیبایش خلق کند بار دیگر نیز می تواند آن را خلق کن قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو ألا وهو بكل خلق عليم بگو او کسایی کی این امارات را برای اولین بار خلق کرده است برای دومین بار و سومین بار و چندمین بار نیز میتواند آن را احیا کند و ایمار کند در این شعر زیبای بيدل نفس هر دم از قصر عمر خوش دی میکند بيدل پای تعمیر این ویرانه میمار چنین باید به با هر صورت دوستان عزیز صحبت ما در مورد وقت است و در مورد ارزش وقت بیاید واقعانه با خود محاسبه نماییم که در فرهنگ وطنی ما آنچه چی که به آن ارزش قائل نیستند متاسفانه وقت است ما در اروپا در امریکا دیگر در کشورهایی که حتی در دین ما بر نماز وقت قائل شده بر روزه وقت قائل شده بر حج اشهر معلومات است ما پنج وقت نماز در وقت‌های معین است صبح است چاشت است دیگر است شام است مسلمانان را به مواظب بودن به وقت و احترام گذاشتن و تقسیم نمودن اوقات ترنینگ و تمرین می دهند اما با تاسف بزرگ و کلان ما در حیات زندگی خیش ما مسلمانان خصوصا ما افغانستانیا ما کسایی که مربوط به سرزمین افغانستان هستیم ما مردم اصلا بر وقت اهمیت قائل نیستیم اگر مناسبت های ما داریم دوستان عزیز اگر مناسبت های خوشی است اگر محافل فرهنگی است اگر محافل غم است اگر مثلا کارهای دیگر امور دولتی است اگر ما گذاری که داریم نه تنها که در وقت معین نمیتونیم در آنجا برسیم و بر آن مواظب باشیم اصلا پروایش را هم نداریم ما در محافل خوشی و در محافل غم و در مناسبت های فرهنگی صدها بار تجربه کردیم و هموطنان ما وقتی که اعلان صادر میکنن که پنج بجه مثلا بعد از ظهر روز پنجشنبه محافل آغاز میگردد باور کنید که نه تنها که پنج بجه آغاز نمیگردد در شش بجه هم آغاز نمیگردد و این فرهنگ در, 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 زندگی ما مردم نهادی نشده گویا که ما به وقت که خدا به او قسم میخوره و پروردگار ما به او تأکید میکنه شعرا و رفاه و بزرگای ما به اون تأکید میکنند و جهان متمدن امروزی بدان تمسک نمودن و با شهرهای تعالی و ترقی و رفاه اجتماعی و سیاسی رسیدن اما ما ارگز به آن توجه نداریم و زمانی که برای زمان توجه نداریم سبب از این شده که ما مواظب به زمان نیستیم وقت را برش ارزش قائل نیستیم صوفی ابن الوقت نیستیم وقتی که برای زمان که گوهر است بس گران بها پر قیمت ترین گوهر انسانی است که وقت را نه تنها که با طلا که طلا در برابر وقت اصلا ارزش نداره دوستان عزیز ما با وقت متاسفانه در فرهنگ ما ارزش قائل نیستیم با وصف تقسیم بندی دین ما به زمانه های متفاوت با وصف سوگند پروردگار ما در قرآن کریم به عصر و به شام و به صبح و به شب با وصف حدیث رسول کریم که در جوانیت سوال می شود از وقت سوال می شود از علم به پیشگاه هستی مسئول هستی و هم ما با وقت دوستان عزیز مواظب نیستیم ارزش قائل نیستیم بیایید به خود بازنگری کنیم خود را نقد کنیم همین که ما میگیم فرهنگ افغانستانی داریم کدام فرهنگ دوستان عزیز ما با فرهنگ هایی که اصلا فرهنگ مبتزل است به آن افتخار میکنیم دوستان این فرهنگی که ما وقت را نمیشناسیم بزرگترین گوهر و با ارزشترین گوهر را از دست میدهیم و با این مواظب نیستیم جوانان ما چه در افغانستان و چه در اینجا زبان ما دوستان عزیز به اصطلاح وطنی ما زبان ما لشم شد برای خانواده های خود برای هموطنان خود برای دوستای خود میگیم که دوستان بلیاز خدا بلیاز کتاب خدا کتاب بخوانید قرآن بخوانید دوستان عزیز درس بخوانید مواظب کارتان باشید کس توجه ندارم با وقت باید سر وقت باید بید شما و ما باید نظم داشته باشیم در زندگی ما شما در اروپا و امریکا این کشورهای که آن را ما کفر می نامیم وقتی که شما میری در یک لین بس یک تخطی نیست اما در افغانستان کسی بر مواضب بودن و بر نظم اصلا ارزش قائل نیست برا وقت که اهمیت قائل نیستیم نه تنها که برا وقت خیش برا وقت دیگران هم اهمیت قال نیسم وقتی که در محافل میره یک کسی مواظب به وقت است در پنج بجه می آید که محفل باید پنج بجه شروع شود اما دوستان ما در شش شش نیم بجه می تصور میکنن اونهایی که آنجا در اونجا آمدن انتظار میکشند. اصلا اونها وقت برشان ارزش ارزش در حالی که وقت را آنها برش اهمیت قائل هستند اهمیت و وقت آنها فهمیدن ما که برای وقت خیش اهمیت قائل نیستیم نه تنها که برای خود توهین نموده بلکه برای, برای اون دوستای دیگه نیست که در اونجا موازب و وقت بودن نیست ارزش قائل نیستیم نه تنها که برای خیش برای وقت خیش برای زمان خیش برای برنامه خیش برای نظم خیش اهمیت قائل نیستیم برای نظم دیگران برای وقت دیگران و برای شخصیت دیگران نیز ارزش قائل نیستیم بیایید دوستان عزیز صادقانه خیش را نقد نماییم مردم خیش را نقد نماییم فرهنگ خیش را غلبال نماییم به نام فرهنگ افغانستانی هر آنچه چی که خیر است و خوب است آن را بگیریم و بر آنچه چی که ناسواب است و بر آنچه چی که ما را از خیر و از نیکویی و از اصلاح و از شاهراه ترقی کمال انسانی به دور ساخته آن را غلبیل بکنیم آن را فروگذار کنیم و یک قدم در جهت اصلاح خیش در جهت اصلاح خانواده خیش در جهت اصلاح محیط کار خیش در جهت اصلاح محیط و وطن خیش برداریم دیگه با آن چی که ثواب نیست با آن افتخار کاذب نداشته باشیم و حق را حق و ناحق را ناحق خوب را خوب زشت را زشت بنامیم بیاییم با خیش حد اقل توجه نماییم سر از این روز این از اینمی برنامه رسالت تعهد نماییم کوشش نماییم که مواظب با وقت باشیم به با قول حضرت مولانا صوفی ابن الوقت باشی ای رفیق نیست فردا گفتند شرط طریق تو مگر خود مرد صوفی نیستی نقد را از نسیه خیزت نیستی ما که در جمع تمام کشورها به اصطلاح در آخر کاروان ترقی و سیر رفاه اجتماعی قرار داریم با وصف تأکیدات دین ما بر, بر نظم و بر مواظب بودن و بر قسم خوردن پروردگار ما بر وقت ارزش قائل نیستیم سر از ماهی را هر زمانی که از آب بگیریم بازم تازه است